خیلی مهمی رو بهتون بگم. اون مسائل معلومه میشه به خانم این پرستوها. پرستوها رو که من مطرح کردم سالها پیشم در روزنامه نیمروز نوشته بودم، مقالهش هست و اینا، خوشبختانه امروز دیگه یک عالمه اطلاعات منتشر میشه. چند تا کارگردان سینما، اونا ازشون خواهش کردم اگه میخوان اسمشون رو بگم بگم، اونم که این بخوان بگن من یه روز خواهم گفت تک تک باشه. چند تا کارگردان، چند تا هنرپیشه سینما، چند تا پلیتیسیان، چند تا وکیل و افراد مختلفی تو این هفته گذشته با من تماس گرفتن و گفتن که پرستو سراغ اونا هم رفته و خلاصه پرستوها همونطور که من گفتم 40 سال پیش از مشهد امام رضا فرستادن پیش ما. حالا یارو را من هفته پیش گفتم اسمشون رو مقام بگم، مثلا یک خامنه‌ای 6 تا جوجه طلبه داشت، 6 تا از این 6 تا جوجه طلبه 2 تاشون منفجر شدن، تیکه پاره شدن. یکیشون قاتل پدر منم بود و اون موقع هنوز سپاه پاسداران تشکیل نشده بود، وزارت اطلاعات هم تشکیل نشده بود، کمیته انقلاب بود، این رئیس اطلاعات کمیته انقلاب بود توی حزب رستاخیز سابق، اول خیابون جمع به نام موسوی قدچانی. تو مشهد بچه شما میرید ببینید بلوار به اسم موسوی قدچانی کردن، بنگاه معاملات بمب موسوی قدچانی وا کردن، تخمر فروشی موسوی قدچانی وا کردن، نمیدونم تربان موسوی قدچانی وا. این موسوی قدچانی که بوتش کردن یه عامل اصلی او قتل‌های روزهای اول انقلاب بود. بعد در سال 61 همه تازیای خودشون 6 6 6 61 هم منفجر شد. ای چون قبلا هی گفته بود به بچه‌هاش که مر مجاهدین خلق نکشن، چون اونجایی میزدن ما نارنجک اینا تیکه پاره میکردن مثل هاشم نژاد اینا. این قولیست که میگوین در مشهد منفجر شد با نارنجک، ولی میگن که نه ای تو فتح المبین کشته شد، رفته بود جبهه جنگ کشته شد. منم میشناختمش و همون موقع که برای من پرستو فرستاده بود روز انقلاب، هفته پیش بهتون گفتم رفتم باهاش صحبت کردم اینا، بعد کلم کلک بود با من وقتی هر میزد تو جیبش سبت صوت گذاشته بود حرف من زد میگفت که من بعدی تراری فوش بدم به افراد دیگه که موقع با ما بودن، من فوش بدم بعد میرم نوار پیش اونا بذاره بگه به این بچه به شما فوش میده، ولی من زرنگی میکردم چون رو راست بودم دیگه، حرف دلم میزدم، از دوستانم دفاع میکردم، از دوستان من هم اونقام دفاع میکردم، الان هم دفاع میکنم از دوستان، امکان داره باشون مخالف فکری باشم ازشون دفاع میکنم، در همین دفاع از دوستان تو پاریس، از دوستان لس آنجلسی رفیق من بودن من دفاع کردم، پاش گذاشتم واسیدم، ضربه هایی خوردم روش پاش فاسدم، چون من تو رفاقت رفیقم. حالا این میخوام بگم که اون این کلکی بود موسوی قدچانی و خیلی یارم کشته بود، خیلی یار کشته، از جمله پدر خود منو تو تصادف زد کشت که به حساب ما رو به تله بندازه، و چون پدر من نرفت مثل مرحوم آقای رجوی پدر آقای مسعود رجوی مسابقه تلویزیونی بکنه، اینا مسابقه اینا این موسوی قدچانی میگن. خلاص این یکی از کسایی بود که زم اینها یادتون داره 6 تا طلبه بودن، یکی بود، یکی کامیاب بود، کامیاب هم کشته شد، و یکی غزالی بود رئیس روزنامه خراسان شد، و 3 تا دیگه فعلا اگه شد اسمشون میگه والا ضرورت نداره. اینها پیدا بود که رفته بودن حتی در عراق و سوریه که زیر پوشش امنیتی اتحاد جماهیر شوروی بود، اینا آموزش هم دیده بودن، چون به معنی که انقلاب پیروز شد اینا کسایی بودن که زود بلد بودن سیستم روسی رو به کار گرفتن، از جمله همین پرستوها. روزهای اول اینجا آخر فیلم من بهتون آخر برنامه یک تیکه از فیلم رو بهتون نشون میدم که رد اسپار، این پرستوهای پرستوی قرمز، یه فیلمی که سال گذشته امریکا ساخت که نشون میده همین مدرسه و جریان و تشکیلاتی که روسا دارن برای کار. البته این جریان روسا رو همه دارن، ولی ایران پیش روسا آموزش یافتن این آدماشون بعدن کم کم همه دارن. چون در نظر بگین آقای بیل کلینتون پرستو، مونیکا لوینسکی رفت زیپشون، یک زیپن جریان زیپن داریم که امروز براتون پخش میکنم. من بهتون گفتم که پدر من گفته بود پول و سکس و قدرت، حالا یه کسی یک هنرمندی اومده میگه 3 تا زیپ به تو آدم باید ببنده، آدم سیاسی اگه میخواد چیز نشه 3 تا زیپ، یکی زیپ دهن، یکی زیپ جیب، یعنی پول علکی خرج نکنید بگیرن، یکی زیپ شلوارتون. خیلی زیپ شلوارشون نمیتونه ببنده. اگه من میخوام برای شما لیست بگم که قصه اینا رو بگم که سر به فلک میکشه، چون تو این 40 سال از خیلی از زیپ با من خبر دارم. بعضی هاشون حقشون بوده، مثل آقای نجفی 40 ساله که ما دفاع از نجفی نمی کنیم،
دفاع از میترا نمی‌کنیم، چون دوتاشون مأمور نظام جمهوری اسلامی بودن، بعد سر لحاف مله اینا دعواشون شده بود. البته اون دختره که جوان بود خب استقلال بود کار میکرد، ولی نجفی خودش از پایبران نظام بوده، همچون که موسوی، کروبی، خاتمی، خیلی از اینا. ما وارد بازی نمیشه بس ایور دفاع کنیم از اون. شما هم بهتون توصیه من میکنم بچه‌ها، شماها امروز این رو باید بدونید که از یک جناح نباید دفاع کنید. خیلی وقت شما میفتید تو تل از یه جناح دفاع میکنید بدونی که بدید. پرستوها کار سیستم جمهوری اسلامی است. درست اسلحه و هفتیر و تفنگ که میزنن میکشن، سیستمی که شکنجه میدن، سیستمی که زندانی میکنن، سیستمی که چه میکنن این سیستم توش یکی از سلاحهای نبرد و مبارزش پرستوها. کل رژیم باشه، شما گول نخورید تو دعوای جنایی که الان هست. شما وقتی بیاین اسم طائب رو بیارید، اسم علوی تبار رو نیارید، شما به نفع طائب، به نفع علوی تبار و روحانی کار کردید، به زیان اون جناح، یعنی عمله مفت این جناح شدید. علوی تبار اطلاعات روحانی دست راستی هست، طائب اطلاعات دست چپی هست. شما اسم اینا رو که میارین وارد بازی رژیم میشید. الان شما ببینید اسم از علوی تبار برده میشه، یارو که گفته بود روحانی به من گفت از فاطمی زهرا کمک بگی از مادر بزرگت بیا وزیر اطلاعات بشو. منم گفتم باشه. بابا مادر بزرگت که بنده خود 14 سال بود افتاد نخوب تونست از خودش در برابر کتک های شوهرش دفاع کنه. که خب برای همینه که این نکته که امروز سیاوش حوستان میگه خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه عده اصلا پول میگیرن، شما که پول نمیگیرین گول نخورید. از یک جناح اسم یه آدم رو اگه بیارین بوم کمک، سیستم رو باید بزنید، کل نظام رو باید بزنید، دو تا بالاش رو باید بزنید. این نظام دو تا بال داره و مغز و فلان این حرفا، شما باید مغز رو بزنید. این بالا رو هر کدوم بزنید فایده نداره، اون یکی سود میبره، اون میره بالا میاد پایین، پروازشون هست ولی بالا و پایین میره. دقت کردین به این موضوع؟ خیلی. حالا این پرستو هم کار رژیمه، کار سیستمه، از اول بوده همشون هست توش، همه جور بوده. مثلا این آقای فلان رو نجفی رو بخاطری زدن چون انتخاباتشون نزدیکه و این شهردار هم شد و بعد یک سری مردم باید به ترسون میدازن کرد، ولی خیلی وقتا پرستو رو استفاده کردن چون یه آدم خوبی بود، کار خوبی میکرد. مثلا یک نمونه بهتون میگم، آقای معادیخا. آقای معادیخا اولین وزیر ارشاد بعد میناچی بود، بعد از میناچی وزیر ارشاد بود. این اومد یه فیلم ساختن که فردین و ناصر محمودی، همه آرتیست های زمان شاه، همه برزخی ها تو فیلم بازی میکردن. این فیلم رو اجازه اکران داد. وقتی اجازه اکران داد پشت سر ای همه اینا رو گفت اجازه دار، گفت با این فیلم ما توبه محسوب میکنیم، همه اینا اجازه دارن دیگه از این بعد بازی کن. از جمله فردین عزیزم روانش داد، ناصر عزیزم، خیلی دیگه. یهو سیستمی که نمیخواست یادگارهای دوران محمد رضا شاه عزیز زنده بشه بهش گفت کار نکنی، که اون مقاومت کرد. معادیخا که مقاومت کرد، یوهو برش یک محفل تشکیل دادن. اول تو زن آمدن رقصیدن رو مشروب و آخر شب دو تا سه تا چهار دارا ریختن، گفتن وزیر ارشاد. آقا تو وزیر ارشادی داری پرستو بازی میکنی؟ بایم شد خودش استفاده داد رفت کنن. معادیخا حالت خوبه؟ معادیخا الان نمست تو تهرون هنوز، ولی این مسئله شو نگفتن. حالا کسای دیگه هم بوده، ولی حداد عادل، حداد عادل میشستین؟ رئیس پارلمان ایران بود، پدر زن آقای مشتبه خامنه ایست. این رئیس پارلمان ایران بود، خیلی مهمه. رئیس پارلمان ایران یا استعفا داد که جاش امیر علی لاریجانی دوباره اومد. آقا مرد حسابی، تو که رئیس پارلمان ایران، که علی خامنه‌ای هم زور زده بود تو رو بذاره اونجا، قدرت پارلمان دستش بشه، که بعد از اون موقع خیلی هم عصبانی الان همون علی خامنه‌ای دست داد دادل. خب چطور شد حد دادل یا استعفا داد اومد کنار؟ هاش خانم خبر داری؟ اگه خبر نداری بهتر خبردار باش، بزن تو گوش حداد عادل. تو هم حداد عادل پرستو بازی کرده بود، فیلم و عکسش هم داشتم، داخل و خارج. خیلی از این وقتی میان خارج پرستو بازی میکنن، من کسی نمیفهمه، ولی تو اتاقا دوربینه اینا کارگزاری شده، ترتیبشون میدم. پرستو برای همه هست، هر کی رو بخوام بزنم پرستو داره. موش کساب نازنین مهربانلار ایرانی یزدی رئیس جمهور اسرائیل شد. اما توی مسائل جنگ های داخلی که بین خود یهودی ها هست، که مثل تو اروپا سفرات اشکناز هست، رقابت های هست، تو اون رقابت ها مشکساب چون به اون جناهای دیگه هماهنگی نداشت، بیشتر با جان پرستو 7 سال زندانی دادن، بیل کلینتون همینجور کله کردن.
افراد دیگه داریم، یعنی فقط کار. یا فیلم جیمز باند، جیمز باند دیدین فیلمشو؟ تو فیلم جیمز باند که این آقا تا دو سال پیش خودمون جیمز باند، آقای مستر جیمز باند، هفتمین مأمور اون تشکیلات سری گراند بروتاین، بریتانیا العظما، زنده بود تا دو سال پیش. او یه سیستم اطلاعاتی امنیتی عملیاتی در انگلستان هست. تو فیلم هایی که میسازن اکثرش هم واقعیت داره. خب تو اونم شما دیدیم که پرستو خیلی کار میکنه، پرستو تو تشکیلات هست که بیاد بزمان دیگه، پرستو همه جا هستن. پس این سیستم پرستویی و بعد انواع دارن. فکرم نکنید که پرستو فقط زنه، پرستو مردم دارین. میخوان یک کسی، پنج مورد داره پرستو به کار گرفتن، میخوان یک کسی کنترل کنن. یک آرتیستیه، یه آرتیست الان رفته با یک کارایی داری میکنه که برای رژیم خطرناک، این رو باید کنترلش کنن، چه باشه، زن باشه چه مرد. اگه مرد باشه دختر براش میفرستن، اگه زن باشه یک آدم پولدار خوشتیپ و خوشقیافه براش میفرستن، این پولدار میاد و فلان داره فلان داره، جذب میشه، تمومش کار یارو ملت پرستی میشه، این دیگه جلوگیری میشه. بعضی وقتا میخوان یارو رو 100% نابودش کنن، خطرناک شده دیگه، باید نابود بشه. مثلا این نجفی، این نجفی خواستن نابودش کنن. یک آدمی رو میفرستن آرتیست درجه کال، فیلمای میترال میبینید، یه آرتیسته، نقشه مختلفی تو فیلمای مختلفی بازی کرده، هنرمند بسیار خوبی است. در مرحله اول باید کار کنه، یارو خودکشی کنه. همون شبی هم که میخواسته کار بکنه چندین موردی خودکشی کرده. اصلا شبی که با یارو ازدواج هم میکنه، سکته قلبش میگیره، میره بیمارستان، داره میمیره، تا دختر میگه عکسش میفرسته خارج، عکسش میفرسته خارج، دختره منتشر میکنه، بعد میاره ایم نداره عزیزم قربونت برم بیا بریم. بعد این کلکی که این پرستوها بلدن اون اینه که عشق بازی که میکنن تو رخت خواب. با عمرش یارو ندیده مفتی که نجفی، نجفی یه خانمی داره 60 ساله 65 ساله پیر شده، از 40 ساله دیگه اصلا نمیخواد تو همه سه خیلی از اینا صورت جلو نمیخواد نگاه کنه. زنه وقتی میخواد بلد نیست خوابیدن، همون نرفته تا میخواد میاد تو رخت خواب، بوی عرق و اینا میده و بعد توپولی شده و اصلا اینا شوخی نیست، جدی دارم بهت میگم. بعد این واقعیت رو باید گفت، سر نداریم که با اوه یه حرفا رو نزنی، چطور حرفا اسرار مگوی تاریخ و دین و اینا بهتون میگیم، سکس هم بهتون میگیم. یه روز زنه اولا پیر شد، تو من چاقاماق اینا سه من دیگه شهوت نمیدونه یعنی چی، چهار من وقتی با شوهرش میخوابه یادش میره که برای یک دوش بگیره. شوهر هم همینطور، شوهر هم از اقتدارش یاد میاد چه شب کثیف داری میری به خونه، باید بری دوش بگیری، بعد عطر و عطرکرون اینا بزنین تو رخت خواب. بهترین دوران، بهترین چیزی که دارین مال همدیگه است. این کارا رو که نمیکنن. بعد یهو یک ملوسک عروسک پرستوی خوشگلی که میاد، علارغمی که هنر پیشه است و عشوه و بلدم از خوب کار بکنه، عطر و فلان، یارو دیوانه میشه. همین عکس یارو رو ببینید، نجفی دیوانه میشه، مسی فراوون، حداد عادل هم دیوانه میکنن، حسن روحانی هم دیوانه میکنن، همه یارو دیوانه میکنن. یارو اصلا زندگی تازه پیدا میکنه به خودش. حسن روحانی، این رئیس جمهور که نمیگن اینا، پسرش سال 1375 با هفتیری کشته شد، با من در تماس بود. وقتی کشته شد، زنش با این ناراحت شد، فلان شد، دلگیر شد، همه مشکلات. رفت یه زن دیگه گرفت، شما خبر دارین؟ میدونین یه زن دیگه داره؟ همین برادر آقای روحانی، میدونین که میترا به اونم بوده؟ میدونین که میترا وقتی که زن یارم که بوده، میخواسته که حتما خودکشی رو بکنه، از بالا خود جمعه زن چیکار میکرده؟ تلفن بند شد، عزیزم یادت میاد اون سال با هم میخوابیدیم تو هتل فلان، چه لذت. این یارو این برسه که آخوندیم نمیره، خیلی حرفا بود که بزنم موند. تو همین پاریس یک زنی هست، یک زنیه، یه بچه داره شبیه یکی از هنرمندان لس آنجلس، شبیه الان بزرگ شده. این زن شوهر داشت، چه داشت؟ او هنرمنده، این داخت تو تله. از اون موقع دیگه یارو هنرمنده، حالش هر جا بگی میره، هر جا بگی میره، سابقه بزرگی داره، میره. اینه که یا مثلا یه هنرمند دیگه، یه زنش اومدن پرستو انداختن، یه بچه ازش آورد، وقتی که یکم بزرگ شد گفت من خودکشی کنم، یه پرستو دیگه اومد یه نجاتش داد، آوردش تو اروپا. از این خیلی زیاده، تو اونم مندم زیاده، از تهران تا لس آنجلس پرستو کار کردن. ولی دنباله برنامه رو ببینید که میخوام همین فیلم پرست، البته یادتون نره، سپار
این میگن گنجشک، گنجشک خانوادگی. من از اون قدیم بی قضیه گفتم پرستو خیلی هم قشنگتره، الان هم پرستو جا افتاده، الان هم همه جای دنیا پرستو استفاده میکنن. همین فیلم هم ترجمه کردن فارسیش پرستو. با هم میبینید و میبوسم بهتون. حرف زیاد بود نشد بگم همه رو. سپاس از مهندس امیر شجره با بوسه عمر. دنبال برنامه ببینید که خیلی دیدنیه.